گروه هنری آوارسا تقدیم می کند. تولید کننده یک کتاب و مجلات صوتی. ورزش هایی که مخل سلامت می شود. دکتر مریم ابوالحسن. نشریه پیام ام. بیشتر مردم بر این باورند که همه ورزش ها خوب، ایمن و مؤثرند. حقیقت این است که همه ورزش ها شبیه هم نیستند و بعضی باعث خطرات مهمی از جمله آسیب هایی می شوند که زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. با خواندن این مطلب با تعدادی از ورزش هایی که در دراز مدت می توانند مضر باشند و به شما آسیب برسانند آشنا شوید. خوب است بدانیم همه ورزش ها می توانند مقداری آسیب در حد خفیف بر روی بدن وارد کنند و بدن نیز در پاسخ به این میزان آسیب خود را ترمیم می کند و همین تلاش برای ترمیم باعث قوی شدن بدن می شود. گاهی روز بعد از شروع یک ورزش جدید احساس کوفتگی می کنید. در واقع در این حالت به بدن آسیب رسیده است، ولی این مشکل مهمی نیست چون خود به خود فروکش می کند و حرکات بدن به حالت طبیعی برمی گردد و بار دیگر که این ورزش انجام شود دیگر احساس کوفتگی تجربه نخواهد شد. ورزش پرخطر ورزشی است که باعث آسیب به تاندون‌ها، لیگامان‌ها یا غضروف شود و یا مفاصل بدن را در یک موقعیت نامناسب قرار دهد. در ادامه با چند ورزش آشنا می شویم که می توانند سلامتی بدن را تهدید کنند. انواع دراز و نشست. بسیاری از افراد انواع ورزش های شکم را انجام می دهند تا شکمی صاف داشته باشند. ولی این ورزش نه تنها می تواند خطرساز باشد، بلکه ممکن است هیچ تأثیری هم بر روی عضلات و چربی شکم نداشته باشد. خطر عمده این نوع ورزش فشار زیادی است که بر روی ستون مهره ها به خصوص مهره های گردنی و کمری وارد می کند. در ضمن برای افراد مبتلا به دیسک کمر و پوکی استخوان نیز ممنوع است. بعضی از انواع دراز و نشست مضر هستند، به خصوص انواعی که فرد دیگری پاها را نگه می دارد یا فرد پاهایش را در جایی ثابت می کند و نیز نوعی که هر دو زانو کاملا صاف بر روی زمین قرار می گیرد. در این دو نوع به جای اینکه شکم هدف تمرین باشد، کمر و لگن و گردن دچار فشار و آسیب می شوند. در صورت ضعف نسبی عضلات شکم، می توان یک بالش کوچک را پشت شانه قرار داد و دست ها به جای آنکه پشت سر قرار گیرند، در جلو و نزدیک زانوها باشند. چرخاندن ستون فقرات در آخر دراز و نشست و رساندن دست راست به زانوی چپ و برعکس هم نباید انجام گیرد. تقویت عضله جلوی ران با دستگاه. این تمرین می تواند منجر به بروز دو مشکل شود. اول، اگر به طور مناسبی بر روی دستگاه قرار نگرفته باشید، می تواند به ساق و پا فشار وارد کند. دوم، فشار زیادی با این حرکت بر روی استخوان کشکک ایجاد خواهد شد که ممکن است به غضروف آسیب رسانده و باعث ایجاد درد زانو شود. پرس سینه. این ورزش از آنجایی که باعث قوی شدن قسمت فوقانی بدن می شود و قفسه سینه را هم پهن‌تر می کند، در بین آقایان طرفداران زیادی دارد. حالا چرا این ورزش می تواند مضر باشد؟ اگر این تمرین به درستی انجام نشود، ممکن است شانه ها را در موقعیت بدی قرار داده و به آنها آسیب بزند. در این تمرین باید حتما یک فرد در کنارتان حضور داشته باشد و در کنترل حرکت به شما کمک کند. حرکات کششی ناگهانی و پرشی. این باور اشتباهی است که برخی افراد فکر می‌کنند که اگر به عضلاتشان کشش ناگهانی و شدید بدهند می‌توانند انعطاف پذیری بیشتری در بدن ایجاد کنند، در حالی که این کشش ناگهانی عضله را در معرض پارگی و آسیب قرار داده و فرد بعد از آن احساس کوبیدگی بدن و درد خواهد کرد. پس کشش عضلات بدن را به آهستگی و به آرامی انجام دهید. هر کشش را 10 تا 30 ثانیه نگه دارید و 4 بار تکرار کنید. به محض اینکه احساس راحتی در عضله داشتید، بیشتر عضله را بکشید و دوباره نگه دارید. لمس کردن انگشتان پا در وضعیت ایستاده. خم شدن به جلو و به قصد لمس کردن انگشتان پا در حالی که زانوها صاف است، می تواند کشش و فشار زیادی بر روی ناحیه کمر و عضلات پشت ران وارد کند.
در این حالت اضافه کردن کمی چرخش به بدن میتواند حتی آسیب بیشتری نیز وارد کند. به جای حرکت فوق تمرینات زیر را انجام دهید. حرکت اسکوات کامل. در این حرکت زانوها بیشتر از 90 درجه خم می شود. این حرکت را چه با وزنه انجام دهید و چه بدون وزنه، فشار زیادی بر روی مفصل زانو و نیز مهره های کمری وارد می کند و ممکن است باعث ایجاد درد و آسیب شود. به جای این حرکت از اسکوات نیمه استفاده کنید، به طوری که زانوها حداکثر 45 درجه خم شوند. بهتر است که این حرکت را در جلوی آینه انجام دهید تا مطمئن شوید زانو 90 درجه خم نشده. بالا بردن مستقیم هر دو پا. در این حالت فرد روی زمین دراز کشیده و هر دو پا را به طور مستقیم و در کنار هم بالا می آورد. در این حالت فشار زیادی بر روی کمر وارد می شود، زیرا باعث افزایش قوس کمر می شود و فشار به دیسک بین مهره‌ای در ناحیه کمری افزایش می یابد، به خصوص اگر عضلات کمر و شکم ضعیف باشند. دیگر شکل مضر این ورزش خوابیدن بر روی شکم و بلند کردن هر دو پا به صورت همزمان است. به جای این حرکت یک پا را بالا بیاورید، در حالی که پای دیگر از ناحیه زانو خم است و کف آن نیز روی زمین قرار دارد. برخی حرکت‌های گردن. حرکت‌های چرخش گردن اگر با ملایمت انجام شود و گردن به عقب خم نشود اشکالی ندارد. اما خم شدن گردن به عقب به خصوص در افراد سالمند یا افرادی که بیماری روماتیسم مفصلی دارند میتواند خطرهای جدی به دنبال داشته باشد. مخصوصا اگر انجام این حرکت ناگهانی باشد، به عروق و اعصاب قاعده جمجمه آسیب وارد میکند. پس از حرکات چرخشی در ناحیه گردن و نیز حرکات ناگهانی گردن اجتناب کنید. توصیه های زیرا در نظر داشته باشید. برای شروع ورزش حتما به نکات ایمنی، تکنیک های درست آن ورزش و آمادگی بدنی خود توجه کنید. اگر سابقه ی آسیب قبلی یا بیماری خاصی دارید، حتما قبل از شروع ورزش با یک متخصص پزشکی ورزشی مشورت کنید. هر ورزشی که باعث ایجاد درد یا ناراحتی در بدن شما می شود، آسیب رسان است و نباید انجام شود. هرچقدر سرعت ورزش خود را افزایش دهید، به همان میزان آسیب به بدن خود را افزایش می دهید. پزشک، فیزیوتراپیست و متخصصین پزشکی ورزشی بهترین افرادی هستند که می توانند به شما مشاوره دهند.